اینا مأموریت دارن که ایران را به نابودی ببرن. خب میبرن دیگه. ولی من نیستم که این کار نشه. اگر که بنا باشه. بوی خیانت از زهر دروغ و طمع و زور و اهانت این قوم نکردند به ناموس برادر. چه بیتابانه میخواهمت ای دوریت آزمون تلخ زنده به دوری. میخواستم که شعر غریبم را در وصف چشمهای تو بنویسم، اما چگونه وقتی چشم تو خواب گم شده من در پشت چشمگاه سحرگاهان با لرزه‌های آخر تنهاست. میخواستم که شعر غریبم را در وصف واژه‌های تو بنویسم، اما چگونه وقتی آواز واژه‌هایت در لحظه گلوله تنها به روی بارش رگبار در طرح بیکران افق پیداست. می‌خواستم که باز طرحی بریزم از تو، فیروزه‌ای طلایی، آمیزه‌ای شگرف از رستن و رهایی. می‌خواستم که باز در کوچه غریبان یادی بگیرم از تو ای آشناترین. میخواستم ولی اینجا تمام پارسیان نام تو را ز خاطره ها بردند، تنها سه چهار یار گم شده در شب ترسان از آشنایان با یاد شام آخر جامی از اشک حافظ خوردند. میخواستم که شعر غریبم را در پای گریه هات بخوانم، اما چگونه وقتی در صبح تیرباران حتی نسیم خون تو را میبندند، حتی شمیم نام تو را زنجیر میکنند. ای کاش میتوانستم آن وزن را که لرزش باران بر گیسوی تو میبخشید آن وزن را بخوانم. ای کاش میتوانستم آن شعر را بگویم، اما چگونه وقتی این جمع کوفیان ما را به عشق راه ندادند، ما را به خواب راه ندادند، ما را میان تشنگی مرگ این کوفیان شراب ندادند. میخواستم که باز طرحی بریزم از تو، آمیزه ای از عشق و جنون با سایه رهایی، اما چگونه وقتی در کوچه فراری تبعید گویی که هیچگاه نام عزیز لیلا را نشنیدم. میخواستم که بنویسم، اما چگونه وقتی در روزنامه های وطن هر روز خاکستر سرود تو جاریست، وقتی که روی صبح اوین سرپنجه های نازک تو موسیقی دل است همراه با گلوله و فریاد. اما چگونه بنویسم وقتی که روی صبح اوین با قطره‌های باران آواز خونیت را از روزنامه‌ها می‌شویند. باری چگونه بنویسم وقتی که واژه‌ها هم از آخرین نگاه تو می‌گویند. علیرضا نوری‌زاده، چهارشنبه 12 مرداد 3 ژوئیه، به شما سلام. تو اخبار می دیدم باز گروه تازه از هموطنان یک تشکل تازه از اپوزیسیون درست کرد. من نمی دونم این تشکل ها به درد چی می خوره، چرا؟ یادم از زنده یاد دکتر بختیار در همین صحبتی که اول برنامه من می شنوید کوتاهشو،
خب آقا اینا اومدن مملکت نابود کنه، من جلوشون میستم و ایستاد تا سرشو بریدن. اونهایی که ایستادن چند نفر بودن و اونایی که ایستادن به معنای واقعی دلشون رو در این راه گذاشتن و بعضن جانشون رو. میراثدارانشون کیا هستن؟ آیا هر روز ما باید منتظر باشیم ملت برن تو خیابون ما یه اعلامیه بدیم؟ کارمون همین شده دیگه، انفعالی. روز یک شنبه تو برنامه پنجره رو به خانه پدری کلاب هاستم، خیلی ها این سوال رو کردن، 2,000-3,000 نفر آدم اومده بودن و این سوال رو میکردن آقا اپوزیسیون چی کار میخواد بکنه. من فکر کردم خوب و دیدم چه کسی بهتر از مردی که بیش از 3 دهه پیش آمد و چهرهای شاخصی رو که مطرح بودن، چهرهای دانشگاهی، چهرهای فعال سیاسی از همه گروه ها بدون ملاحظه، ضمن که طبیعتاً پیروان مرحوم مسعود رجوی تو این جاها نمیان، حالا اخیراً سر و کله‌شون دیدم توی ایران اینترنشنال پیدا شده اونجا میان، حالا به چه دلیلی نمیدونم، ولی خب اونا پرهیز میکنن، یه تلویزیون خودشون دارن، از صبح تا شب میگن و میخندن و میرقصن و میزنن و خبر میدن و جلب میکنن، اون دیگه جدای کاره. همه بودن. در واقع هیچ وقت کنفرانس برلین رو یادم نمیره، هیچ وقت نشستای لندن، پاریس، جاهای مختلفی که من هم در کنارش بودم، همیشه این دوست نازنین رو تقدیر کردم و کارش رو کار ارزشمندی دونستم. رئیس انجمن پژوهشگران ایران دکتر حسین لاجوردی، درود میگم. من هم سلام و درود دارم به شما و همه هموطنانی که این برنامه رو دنبال میکنن. خب دکتر لاجوردی، این سوال من رو شما چگونه جواب میدی؟ ما مشکلمون چیه با اپوزیسیون؟ و واقعا کدوم ملت در دنیا که اینقدر اپوزیسیون متنوع داشته باشه، همم اغلب چهره های سرشناس، شاخص، اهل قلم، اهل اندیشه، چه مشکلی، چه دردی ما داریم که نمیتونیم یه کنگره ملی برپا کنیم مثل هند، مثل همون کاری که خودت داشتی میکردی، این همه مخالفت زدن این ور اون ور، چی کار؟ ما مشکلمون کجاست دکتر لاجوردی؟ آقای دکتر نوریزاده، در یک برنامه نمیشه 44 سال رو گفت. بله، ولی من وارد این بحث گسترده اصلا نمیخوام بشم. یک نکته رو میخوام خدمتتون عرض کنم. در مرحله اول احترام برای تمامی کسانی که اسمشون اپوزیسیونه و تلاش کردن. اصلا هم تفاوت نمیکنه که من نوعی با کی موافقم با کی مخالفم، چون یک مجموعه است که مربوط به ایرانه. ولی این سوال شما رو باید پاسخ داد. ما 5 سال پیش کنفرانسی رو در تورنتو در کانادا گذاشتیم تحت عنوان آسیب شناسی اپوزیسیون. 2 سوال بیشتر مطرح نبود. یک این که هر کسی شرکت میکنه چارچوب ایران رو قبول داشته باشه. یک این که بپذیره برابری رو. خب کتابی که در آمده، حتما خود شما هم داریدش، این کتاب رو من پیشگفتاری براش نوشتم که ما سوال کردیم که آیا اپوزیسیون در 37 سال گذشته موفق بوده یا موفق نبوده. اگر موفق بوده ما چرا در خارجیم و جمهوری اسلامی سر کار، اگر موفق نبوده بیایم دوره هم دور یه میزگرد بنشینیم ببینیم مشکلاتمون چیه. مشکلمون اینه که پول نداریم، رهبر نداریم، نمیدونم خط سیر مشخص نداریم، هدف نداریم، هر چیز دیگه. ولی در ادامهش من نوشتم که ما نامه نوشتیم، تلفن کردیم، ایمیل زدیم و من بعد از این التماس کردم. بیشترین گروه های 37-8 گروهی که توی این کنفرانس ما شرکت کردن، اقوام ایرانی بودن، احزاب منطقه‌ای بودن،
از حزب دموکرات کردستان تا کموله، از بلوچستان تا همه جای ایران حضور داشتن. خیلی جالبه اونهایی که اتهام تجزیه طلبی زدن، تو این کتاب ببینید ویدیوهاش هم وجود داره، خیلی جالبه، از مصطفی هجری و عمر ایلخانی زاده کموله و غیره و غیره، همه اینها هشدار میدادن که وضعیت خطرناکه، بیایم دور هم دیگه بنشینیم. و هیچ کدوم نمیگفتن ایران تجزیه بشه، ما اینو میخواییم با اون، اصلا هم شرفایی نبود. ولی کجاست اون اپوزیسیونی که شما ازش نام میبرید و چرا حاضر نمیشه؟ یک نمونه بارزش، بالاترین نمونهش شاهزاده رضا پهلوی است. شما میدونید که من برای ایشون احترام فوق العاده قائل هستم و نزدیک سالهای دراز با ایشون نزدیک بودم. در همون بر کنفرانس، بعد از ایمیل ها، بعد از نامه ها که جواب داده نشد، من تلفن کردم به ایشون. ایشون در فرودگاه شاردگل بودن، گفتن دارن میرن واشنگتن، واشنگتن به من زنگ میزنن برای کنفرانس. 5 سال گذشته، همچنان من منتظرم که ایشون زنگ بزنن. ولی مسئله اصلا این نیست، مشکل ما جای دیگه است آقای دکتر نوریزاده. مشکل ما این نیست که ما نمیتونیم اپوزیسیون داشته باشیم، مشکل ما این نیست که ما نمیتونیم جلوی جمهوری اسلامی بایستیم، جلوی این حکومت ننگین و حقارت آور. مشکل ما اینه که اولا خب شاید سابقه سیاسیمون کمه، شاید اون خودمحوری ها و ما زیاده، همه اینها وجود داره. ولی بحث اصلی تر اینجاست. من یکی دو هفته پیش در تلویزیون شما این بحث رو مطرح کرده بودم که ما نیاز به یک اتاق فکر داریم. اتاق فکری که من ازش صحبت می کردم خیلی مشخص بود، این اتاق فکر افرادی هستن که در تمام دنیا، حتی در این کشورهای پیشرفته، یه تعداد آدمی دور هم می نشینن و برنامه امروز و فردای کشورشون رو مشخص می کنن و توده مردم مورد اعتمادشون قرار می دن و حمایتشون می کنن. این کار در زمان رضا شاه تو ایران به وجود آمده، در نخست وزیری رضا شاه. 100 بار تا حالا گفتم رضا شاه دیکتاتور، قلدر، هر اسمی میخواهید روش بگذارید، ولی از نظر من یک آدم با شعور سیاسی. این 50 تا آدم رو جمع کرد، از فروغی و از داور و از تیمورتاش و از سعید نفیسی و فروزانفر و دکتر سیاسی و غیره و غیره، آمد توی یه اتاق دو زانو دم در نشست، گفت بگید برای ایران چی کار بکنیم. تصویرسازی کردن برای ایران و ایران قبل از جمهوری اسلامی به وجود آمد. همه مشکلات هم بود، شاه مشکل داشت، رضا شاه مشکل داشت، همه وجود داشتن، همه این مشکلات بود، ولی تونست شکل بگیره. ایران از یک دوران قبیله‌ای به یک دوران مدرن پا گذاشت. اون زمانیه که من وقتی که میام پول ایرونی تو جیبمه، 10 سال قبل از انقلاب وقتی وارد فرانسه میشم، بانک ملی عیناً واسم تبدیل میکنه به فرانک، اونو در اختیار من میگذاره. این اعتباره آقای دکتر نوریزاده. من با ویزای پاسپورت کار آمدم به لندن، منو سال 1976 دقیقا، چند دقیقه به هم گفتن که خواهش میکنیم این گوشه بایستید. من اصلا واسه هیچ کس قابل قبول نبود. چند دقیقه بعد من دیدم یک افسر ارشد انگلیسی با 4 نفر آمدن سراغ من، عذرخواهی میکنن، میگن که ما میخواستیم ببینیم شما در به لندن آمدید، چیزی نیاز هست ما در اختیارتون بگذاریم یا نه. همین دولت انگلیس 1 ماه بعد از انقلاب با من رفتاری رو کرد که شایسته نبود. میخوام خدمتتون اینو بگم، امروز اپوزیسیون معنی داره. اپوزیسیون یعنی افراد، احزاب، سازمانها، کانونها، شوراها، اونهایی هستن که فکر بکنن، نه اینکه حزب و سازمان و شورا و نمیدونم فلان تشکیل بدن. آقای دکتر نوریزاده، شما در اول صحبتتون در مورد کنفرانس های ما گفتید، 30 سال ازش گذشته، 30 سال و 1 ماه گذشته، همه 800 خورده نفر به این کنفرانس ها دعوت شدن، حضور پیدا کردن. ولی سوال بکنیم
سوال بکنیم که اون اتاق فکر چرا تشکیل نشد. تو برنامه هویتی که زمان آقای خاتمی درست کردن، یک برنامه‌اش هم راجع به من بود. اتهام من میدونید اونجا چی بود؟ اولا که تنظیم کننده برنامه استاد خود من آقای رضا داوری بود در تهران، در تو دانشگاه تهران. خیلی جالبه که آمد نشست، عکس من رو گذاشته بودن اینور، بعد میگفتن که این مأمور ساواج موساد اینتلیجنس سرویس CIA فلان، همه اینا رو میگفتن. ولی اتهام من تو اون کتاب ببینید چیه، تو کتاب هویت ببینید اتهام من چیه. میگن که این آقای دکتر لاجوردی در کنفرانس ها وقتی کنفرانس تموم میشه 7-8 نفر رو جدا میکنه، میبره تو یک اتاقی، میگه بشینیم اینجا در مورد آینده ایران فکر بکنیم. این اتهام من بوده. این اتهامیه که من 30 ساله دارم به دوش میکشم. آقای دکتر نوریزاده، بذارید برای ختم کلام خودم این رو نگاه بکنیم بهش. هی به من میگن که این همه حزب، این همه شورای اخیراً دوتاش تشکیل شده، شما چی میگی 50 نفر آدم؟ من میگم که من حرفی رو میزنم که 44 سال گرفتارشیم. میدونی گرفتار چی؟ گرفتار اتاق فکر جمهوری اسلامی بحب. که همون 50 نفر هم. ما اون وقت چون نداریم به اینجا رسیدیم. امروز هم دیر نشده. این مجموعه فارغ از اینی که من و شما سلطنت طلب یا جمهوری خواه یا فدرال خواه هستیم، فارغ از اینها، اگر یک هدف مشترک، یک ویژگی مشترک داریم و اون ایرانه، فارغ از زنده باد و مرده باد، باید یک دور هم دیگه بنشینیم و به این قضیه فکر بکنیم. این منظورش اتاق فکره. این اتاق فکر جمهوری اسلامی داره و ما نداریم. در خدمت کنم. ببخشید دکتر لاجوردی، خیلی جالبه. در جریان استبداد صغیر، اینو من بارها گفتم، در همون شهر شما پاریس یه کافه ای است که هنوزم هست، من رفتم دیدم، به نام دولپه. سردار اسد میمده صبح اونجا میشسته و مشروط خواهان هم میمدن کنارش میشستن، گاهی زل سلطان هم میمده که امیدوار بوده شاهش کنه. یه روز یه نفر میاد اونجا بهش خبر میده، میگه نیروهای ممدلی شاه در تبریز و در تهران به دخترای مردم تجاوز میکنه. منقلب میشه، به برادرزادش میگه برو ببین بلیت کشتی کی هست، و اون میره و پنجشنبه بعد راه میفته میره ایران که همون رفتن بود و 40 روز بعد از اصفهان به سوی تهران. و ممدلی خان سپهدارم که حب گرفته نامه بهش میدن، یفرم خان، ستار خان، باقر خان، را میفتن و تهران رو میگیرن. در اون تاریخ طبیعتاً شاید اتاق فکر به اون معنا لازم نبوده، غیرت ملی فقط کافی بوده، به اضافه اینکه ایلات و افراد سپاه داشتن، نیرو داشتن، میتونستن بیان. الان فقط ما 2 گروه رو داریم که دارای نیروی مسلح هستند، یکی کومله و یکی حزب دموکرات کردستان، ولی خب این افراد هم محدوده، نمیتونن حرکت بکنن به خاطر اینکه در کردستان عراق. با این همه، این اتاق فکری که شما میگید اگر تشکیل بشه، موارد اتفاق به مراتب بیشتر از موارد اختلاف و جدایی، برای اینکه اولش وحدت ملی است، حاکمیت ملی است، سکولاریسم جدایی که همه قبول داره. حالا میایم سر مسائل جزئی تر، باز همه نظام غیر دموکراتیک رو قبول داره. حالا سر واژه‌ای که بر اون نظام گذاشته بشه با هم اختلاف داره. یکی میگه فدرالیسم، یکی میگه خودگردانی، حالا اسمای مختلف براش به کار میاد. سوال من از شما اینه، چه کسی باید این اتاق فکر رو انتخاب بکنه؟ از کجا میشه این آدم ها رو برگزید و گفت آقا جان پاشیم بیاین فلان روز، حالا که با اینترنت هم خیلی راحت میتونیم کنار هم باشیم بی مزاحم و با هم صحبت کنیم؟ دعوت رو کی باید بکنه؟ آقای دکتر نوریزاده، این برمیگرده به یک سابقه که به حسب اتفاق دو بار هم با شما در برنامه شما مطرح شده. مرحله اول اینه که ما مشکل رو پیدا بکنیم،
نه این که شورا درست میکنیم. مشکل کجاست که ما موفق نشدیم؟ اتاق فکر اینی که کی دعوت بکنه مطرح نیست. یک مجموعه آدم میتونن دعوت بکنن. این مجموعه چجوری میتونه شناخته بشه؟ این مسئله مطرحه. یعنی این که یک روزی من توی بی بی سی این صحبت رو کردم، توی ایران اینترنشنال هم اون موقعی که به هر حال چند جلسه بودم این بحث رو کردم، با شما هم کردم. همم میگن که عالیه این که چند نفر رهبران اپوزیسیون دعوت بشن بیان جلوی مردم بنشینن برای این که این بی‌اعتمادی درمان بشه. مردم ایران دچار یک سرطان بی‌اعتمادی هستن و داروش اعتماده. این اعتماد چجوری میشه به وجود آورد؟ این اعتماد اینه که من رو به عنوان یکی از اون 10 نفر دعوت بکنید، شما 3 نفر مجری و نمیدونم خبرنگار دیگه هم بنشینن، همین کاری که تو غرب میکنن، همین کاری که الان 10 روز شما سر نخست وزیراتون دارید. بله. کی میخواد نخست وزیر بشه؟ من رو زیر سوال و جواب ببرید، به من بگید تو کی هستی، چه کار کردی، چه فکری داری، چه برنامه ای رو داری. مردم من رو پاسخگو بکنن. اگر که من نوعی حاضر نشدم، شما اعلام بکنید که حسین لاجوردی حاضر نمیشه تو این برنامه بیاد. این چه ایرادی داره؟ اونجا مردم تکلیفشون روشن میشه، میدونن که رهبرانی که سرشون به یه جاهای بسته است حاضر نمیشن بیان، حاضر نمیشن بیان توی برنامه شما بنشینن و بگن که ما اینیم، ما این کارو کردیم، ما این برنامه رو داریم، ما این فکر رو داریم. چرا که فقط در فکر شعار و هیجان هستن، هیچ چیزی غیر از این نیست. بیانیه دادن اگه میخواست عمل بکنه که 40 سال پیش تاله عمل کرده بود که. بیانیه با جمهوری اسلامی کارگر نیست، شعار هیجان انگیز کارگر نیست. خیلی از شعارها رو خود جمهوری اسلامی درست میکنه. اینی که ما مرتب بگیم که جمهوری اسلامی جنایتکار است، دموکراسی خوب است، که چیزی رو حل نکرده. اگه میخواست حل بکنه تو این 44 سال کرده بود. بله. میگید چرا؟ میگید به چه شکل؟ بازم تکرار میکنم، بیایید آقای دکتر نوریزاده، شما تلویزیون ایران اینترنشنال با اون امکانات قوی نمیدونم فلان نیستید، بی بی سی هم نیستید، نه سیاست انگلیس رو دنبالتونه، نه سیاست نمیدونم میلیاردی اونجای عربستان یا نمیدونم صدای امریکا و غیره و غیره. بیایید پا جلو بگذارید، مطمئن باشید بیننده شما از اونها بالاتر میره. من همین الان به شما اعلام میکنم با تمام صداقتم و عشقم حاضرم، و همینجا از دکتر حسین لاجوردی هم میخوام پا بذاره پیش، بیاین با همین کارو بکنیم، من حاضرم. اصلا تلویزیون در اختیارتون، بیاید جمع کنیم بنشینیم. بندم میشم اون پرسشگر شیطانی که تمام سوالای تند و تیز رو خواهم کرد، چون مسئله وطنمه. من نمیخوام بمیرم این گوشه، منم مثل بقیه خاک بشم، من میخوام به ایران برگردم. آقای دکتر موریزاده، راهش مشخصه، شما شرطش اینه که بگید من از این آدم‌ها دعوت کردم، این آدم‌ها حاضر شدن، این آدم‌ها حاضر نشدن. باشه، شرط. ببینید شما دکتر نوریزاده، اجازه بدید من یه سری خدمتتون بگم. تو برنامه دیروز خودم هم گفتم تنها اینی که چند دقیقه برنامه در اختیار من گذاشتید به دلیل دوستی نیست، تنها دوستی نیست، ضمن اینکه همه میدونن که ما خیلی ساله با هم دیگه دوست هستیم، به دلیل حرفه‌ای بودن شما هم هست. ولی حرفه‌ای بودن شما یک نکته قابل سوال هم روشه، شما دوست بازم هست، بله، دوستانتون رو حاضر نیستید که سوال جواب بکنید. نه الان میکنم، خواهش میکنم 2 نفر دیگر رو انتخاب بکنید بغل دست شما، یکی سلطنت طلب، یکی نمیدونم جمهوری خواه، یکی فدرالی، بیان بغل دست شما بنشینن. اگه من سلطنت طلبم جمهوری خواه ازم سوال بکنه، اگه من پادشاهی خواهم اون یکی سوال بکنه. بکنیم این کارو. دکتر نوریزاده، به جرأت دارم میگم، به جرأت خدمتون دارم میگم، محال ممکنه این راه پیش نیاد ما بتونیم ادامه بدیم. من یه خواهش ازت دارم، حالا یه سری که من شما هم اسامی که به نظرت میرسه به من بده،
و ما بتونیم این مجموعه رو دعوت کنیم، اصلا یه هفته رو بذاریم برای این بحث. هیچ بنده برنامه‌ام در بس در اختیار این بحث، اگرم لازم شد برنامه دیگه من حاضرم. برای اینکه واقعا دکتر جوادی، من این خبره که از ایران میبینم، من وقت خانم فاطمه سپهری رو میارم، یک زن سنتی با چادرش میاد اینجا میشینه و علیه سید علی خامنه ای اونطور قاطعانه با قدرت حرف میزنه، دختری رو که تو تراموا تو مترو حجابش رو برداشته میبرن، اون بلا رو سرش میارن که بیاد اون حرفا رو که عشق همه رو دراره، دیگه این دوستی و غیره معنا نداره. واقعا باید تکون خورد. من نگران ایرانم، برای اینکه الان باز نه الان باز ببینید دوباره دکون مذاکرات وین رو دوباره راه انداختن با آمریکای ضعیف، با اروپای ذلیل. اینا سوء استفاده میکنن، بمبشون رو دارن میسازن. اسرائیل هم که نمیذاره اینا بمب داشته باشن، میزنه ایران رو نابود میکنه. پس ما حتما باید یه کاری بکنیم. ما نباید از اون اجدادمون در صدر مشروطه باید خجالت بکشیم. اونا با دست خالی بدون اینترنت بدون تلویزیون پاشدن تو اون جاده های سنگلاخ رفتن وطن رو نجات دادن. بعدم دکتر لاجوردی، خودت اهل تاریخی، بعد از اینکه ممدلیش ها رو سرنگون کردن چقدر متمدنانه شورا رو درست کردن، احمد شای 8 ساله رو رفتن وجشتن رو بردن، یه عده گفتن سلطنت بره، اونا گفتن نه بابا شدن بدی بود خودش که بد نید. منظورم اینه که چقدر مردم در اون زمانی که سواد کسی نداشت 5% با سواد بودن، و حالا که این جمعیت عظیم ایرانیه با فرهنگ رو داریم چرا ازش استفاده نکنیم؟ یه آدم دلسوزی مثل دکتر حسین لاجوردی رو داریم که الان 3-4 دهه عمرش رو گذاشته. یه روز دکتر لاجوردی، رفیق مشترک من و شما که البته رئیس مؤسسه شما هم بود، و دکتر احسان نراقی، یه عادتی که داشت این تو زندگی هندونه میخورد بقیه پولش رو پول تلفن میداد. اون وقت هم مثل حالا نبود که واتساپ بزن، نه تلفن میزد 2 ساعت حرف میزد هر شب. یه روز به من گفت آقا میدونی مشکل چیه؟ مشکل ما اینه اون طرف یه مجموعه گرگی هستن که 1400 سال یاد گرفتن مردم رو چجوری فریب بدن، این طرف یه عده دیگه هستن که خودشون هم نمیتونن فریب بدن و همشون سرگرم وعده و دلخوشی، و یه روز آمریکا لبخند میزنه اونم لبخند میزنن، یه روز فرانسه لبخند میزنه اونم واقعا باید این کار کرد. من از راه دور با دست میدم و میگم این کار رو که مدتی هم راجبه صحبت کردیم، الان به طور جدی بنده در خدمتم و دنبال میکنیم. اجازه بدین درنگ کوتاهی بکنیم، برگردیم گفتگوهانو با دکتر لاجوردی درباره مسائل روس هم دنبال کنیم. با ما باشید. با درود دوباره، با صدای دریای نازنین، مدت کوتاهی بود گوش میکردیم و حالا من دوباره در حضور دکتر لاجوردی سوال اساسی ازش دارم به عنوان یه جامعه شناس که قبل از انقلاب هم ایشون در اون سازمان بسیار مهمی که وجود داشت، سازمانی که تمام هدفش این بود که بگرده مشکلات رو پیدا کنه راه ارائه بده، و یادش بخیر دکتر نراقی هم اونجا خب مسئولیتی داشت، آقای بنی صدر از اونجا اومد بیرون و خیلی های دیگه. خب دکتر لاجوردی، ما در طول این 43 سال از اون اول که خب مجاهدین و تفنگ و ترور و غیره بود تا بعد که تلاش ها و جهاد ها و فعالیت ها جنبه های بسیار مدنی و مردمی گرفت و رژیم در مقابلش خشونت و زور و سربریدن رو به کار بود، ولی یه سوال هست، در کجای جهان در یه دفعه 62 تا شهر تظاهرات میشه؟ تو سریلانکا 2 روز رفتن رژیم رو بر انداختن. چه مشکلی داریم دکتر لاجوردی اون طرف تو ایران؟ این همه آدم های برجسته فداکار از جان گذشته داریم ولی تداوم پیدا نمی کنه. میاد وسط خیابون رژیم یه سرکوبی میکنه، باز مدتی
متوقف میشه. چیه دلیل؟ آقای دکتر نوریزاده، ببینید مسئله رو اگر از دید دیگری بهش بپردازیم شاید مسئله قابل حلتر باشه. تفاوت جامعه ایرانی، اون ثروتی که من همش از داری نیروی انسانی ازش نام میبرم، با سریلانکا و رومانی آقای چایشوسکو و نمیدونم غیر و غیره متفاوته. ما در یک دوره‌ای به جایی رسیدیم که تونستیم یک جایگاه پیدا بکنیم. شما در نظر بگیرید، شما تو انگلیس، من تو فرانسه، اون تو امریکا، هر کدوم از ماها شاهد این هستیم که اگر که یک خارجی توی فرانسوی مثلا در کشوری که من زندگی میکنم یا در انگلیس یا جای دیگه یک خارجی توی مهمونی هست، ما حرفمون اینه بذار این خارجی ها برن بیرون، ما خودمون بیشتر میدونیم. در اینکه ما حاضر نیستیم که مثل ترکای زمان جنگ آلمان، مثل عربای زمان بعد از جنگ در فرانسه، مثل نمیدونم هندی و پاکستانی های اون زمان برای نیروی کار، ما اینا نبودیم. ما یک مجموعه بودیم که بیشترین این مجموعه تونست به خارج از کشور بیاد. این مجموعه همش سر بود. این سران دچار یک مشکل شدن. ما سابقه مهاجرت غیر از مسئله اون زمان زرتشتی های هند نداشتیم هیچگاه. ما عادت به، ببینید در طول این دوره قبل از جمهوری اسلامی ما یک نفر فقط پناهنده سیاسی، دکتر ثابتیان یادش بخیر همشهری شما در اونجا، اونو فقط داشتیم. امروز این مجموعه بزرگ سره، یعنی نمیخواد که قبول بکنه که یک رهبری به وجود بیاد، چه در داخل چه در خارج. در خارج ما از هر 10 نفر یه نفرمون در خارج از ایرانه. یعنی چی؟ هیچ کشوری در دنیا این ظرفیت رو نداره. در داخل از هر 10 نفر 8 نفر مخالف 100% رژیمه. هیچ کشوری، هیچ حکومتی به اندازه این مخالف نداره. مسئله ما در اینجاست که ببینید، من خودمون رو مقایسه میکنم با جمهوری اسلامی. جمهوری اسلامی در تمام جناهاش یک هدف مشترک داره، اون هدف مشترک نگه داشتن حکومته. ما به عنوان اپوزیسیون اون هدف مشترک رو نداریم، هر کدوم ساز خودمون رو میزنیم. به این دلیل نمیتونیم که جمع بشیم، اون پیوستگی به وجود بیاد. از طرف دیگه یک سری امکاناتی این اینترنت به وجود آورده، شکی درش نیست. اینی که من با شما حرف میزنم همزمان یک کسی سوال میکنه، یعنی امکانات گسترده. ولی همزمان یه مسئله دیگه هم هست، اون اینه که منافع کشورهایی که حامی جمهوری اسلامی هستن، حامی جمهوری اسلامی و نمیخوان جمهوری اسلامی سرنگون بشه، یه طرف شرق مثل روسیه و چین، یه طرف غرب مثل امریکا و اروپا، اینا هیچ کدوم نمیخوان که جمهوری اسلامی سرنگون بشه. دلیلش هم خیلی روشنه. دلیلش اینه که در منطقه همه حکومت‌ها تقریبا اسلامی‌اند. اگر یک حکومت ایرانی به وجود بیاد، همون وحشت هویت ایرانی اجازه نمیده. از یک طرف برای غرب هم یه مسئله مشخص‌تری وجود داره. جمهوری اسلامی اون بالا ایستاده، یک هوار میکشه، امریکا و اروپا اسلحه میفروشن. چرا باید بیفته؟ دریای خزر و دریای مازندران رو به چین، به روسیه میده، خلیج فارس رو به چین میده. ولی تمام این هایی که من دارم میگم دال بر این نیست که بتونن اینها حکومت رو ادامه بدن. عدم اینی که این حکومتی که ادامه پیدا میکنه از طرف جمهوری اسلامی نبودن ماست. ما بیایم از همدیگه وحشت نکنیم. آقای دکتر نوریزاده، در قسمت اول من اینو خدمتتون گفتم، تأکید و تکرار میکنم، اگر ما یک جمعی 10 نفر 15 نفر با هم جلوی مردم بنشینیم، از مردم وحشت نکنیم، از خودمونم وحشت نکنیم. فکر بکنیم که این بچه های ما، این بچه های کوچولو، این بچه هایی که تو سطح آشغالن، این آدمایی که مثل کولبراد با درجات بالای تحصیلی کشته میشن، اون سوخبرای بلوچستان، اون آدمهایی که در خوزستان، همه اینها، اینا هموطنان ما هستن، عین ما.
ما 10 نفر از اینها وحشت نکنیم که اگر از ما سوال بکنن، بیایم سوال اونا رو پاسخ بدیم. در بین اون 10 نفر، 12 نفر، 15 نفر، هر چقدر که شما فکر کردید، اونجا مردم تعیین میکنن که کی این دعوت رو انجام میده، کی دعوت میکنه که دور هم بنشینی، اونجا قضیه حل میشه. ولی مسئله تموم نشده. من از اونهایی هستم که بسیار بسیار امیدوار به مردم هستم در داخل کشور. یه نمونه اخیرش که 43 ساله داره دنبال میشه مسئله زنانه، مسئله جنبش زنانه. ببینید با چه شجاعت و رشادتی جلوی رژیم ایستادن. بیایم یاد بگیریم، بیایم یاد بگیریم که این مجموعه وجود داره، ما به خودمون بیایم. من مرتب در ادامه برنامه هام دیدید حتما مرتب میگم ایران فرزندانش را صدا کرده است، به این ندا پاسخ بدیم. پاسخ دادن اینجاست. ما کم نداریم آقای دکتر نوری‌زاده، ما ظرفیت بالایی داریم، ما تحصیل کردگان بسیار داریم، نیروی انسانی ما هزاران برابر نفت و نمیدونم گازمونه. از این باید بتونیم استفاده بکنیم. اینجا مسئله ماست. دعوت بکنیم، مردم اعتمادشون بر میگرده. مطمئن باشید شما یکی از اون کسانی هستید که به دلیل آشنایی و مرتب با مردم بودن میدونید که بی‌اعتمادی تو جامعه ما وجود داره. بله. این بی‌اعتمادی بزرگترین سرطانه. بله. این رو از بین ببرید. من به عنوان یه روانشناس اجتماعی دارم خدمتتون میگم این بی‌اعتمادی که هشدارش رو حکومت جمهوری اسلامی داره به وجود میاره، این ما رو از بین خواهد برد. دکتر آیا ببخشید، آیا این بی‌اعتمادی دلیل بر دروغ‌هایی است که به مردم گفته شده؟ چرا یه جامعه اینقدر بی‌اعتماد میشه؟ وعده‌هایی است که هرگز انجام نشده، دلیل عمدش چیه؟ شما از دید خودتون که نگاه میکنید. دو قسمت دکتر نوری‌زاده. یکی بی‌اعتمادی به حکومت که من گفتم 9 نفر از 10 نفر بله مخالفشن. این بی‌اعتمادیه. یکی بی‌اعتمادی به اپوزیسیونه. اپوزیسیون ما کم ظرفیت نداره. همین رو میگم. اپوزیسیون ما جایگاه میتونه داشته باشه. اپوزیسیون ما میتونه که با دبیرکل سازمان ملل متحد حرف بزنه. بله بله. اپوزیسیون ما میتونه که با حکومت‌ها، چرا 30 سال پیش که شما یادتونه، چرا اولین کنفرانس ما چند تا وزیر فرانسوی آمدن که ما چی کار بکنیم؟ چرا؟ بله. دلیل داشت. امروز همونه. امروز بالاتر رفتیم ما. امروز به مراتب بالاتریم. این رو حفظش بکنیم. ببینید اگر که من نوعی فقط و فقط به این فکر باشم که نخوام رهبر بشم، من میتونم کمک بکنم، میتونم کار به وجود بیارم، میتونم فکر به وجود بیارم. تو این فکر به وجود آوردن 15 نفر 50 نفر دور هم میشینن، اون وقت بلا فاصله است که مردم اعتماد میکنن. شما که خوب میدونید آقای دکتر نوری‌زاده، زمان مصدق چی بود؟ مردم اعتماد کردن. درسته. حتی چرا رای دور بریم، زمان خمینی مردم اعتماد کردن. خمینی خدمت بزرگی به جامعه ایران کرده، شالاتانیزم شیعه و اسلام رو نشون داده به مردم ایران. ولی مردم قبل از این قضیه که فکر میکردن امام واقعیه، اعتماد کردن. چون اعتماد کردن اومدن تو خیابون. بله. امروز ما بگردیم به دنبال این که چرا ما وقتی میگیم مردم نمیان تو خیابون. مردم خودشون جنبش هاشون رو دارن، نه اینکه ندارن. ولی این جنبش ها اگر رهبری و هدایت بشه راه باز میکنه. اگر نشه پاسدار و سپاه پاسدار و امنیت و غیره و غیره این از هم جداش میکنه. وقتی جدا شد به یکی میگه برو طرف میدون امام حسین، به یکی دیگه میگه برو طرف میدون فلان جا. این تفاوت اصلی است. اگر که ببینید خیلی مشخص خدمتتون میگم، اگر خمینی در اون زمانی که نه اینترنت بود نه هیچی یک اعلامیه میداد، شبش میومد توی یه برنامه دیگه در مورد اون اعلامیه حرف میزد، اون اعلامیه رو برای مردم روشن میکرد. ما چی کار میکنیم؟ ما گهگاهی از خواب بیدار میشیم یه بیانیه میدیم. آخه این که نمیشه که، مردم چرا باید اعتماد بکنن؟ همه عرض کردم خدمته. کاملا. اگر به وجود بیاد، اگر که از همدیگه ما وحشت نداشته باشیم، با امکانات گسترده‌ای که در خارج از ایران هست،
میشه خیلی کارها کرد، خیلی کارها میشه کرد. ما درسته در مقابل ما سیاست انگلیسه، برنامه های وزارت خارجه انگلیسه، برنامه های وزارت خارجه امریکاست، برنامه های منطقه است، عربستان و امارات و غیره و همه اینها هیچ تفاوت اصلا نمی کنه. بله. ولی ما اگر ما باشیم، این ما پشتوانش 85-6 میلیون جمعیت ایرانه. روزی که اعتماد بکنه هیچ کدوم از این قدرت ها نمیتونن، کما اینکه زمان مصدق نتونستن، زمان انقلاب من شما شاهد بودم. هزاران مسئله دیگر، انقلاب یک مسئله یک دلیل نمیتونه. بله ولی خب، ولی در حال مردم اومدن اونطوری بیرون. امروز همونه دکتر لوریزاده، نگردیم به دنبال این که من بگم زنده باد شاه یا زنده باد مصدق. من وقتی که این دعوای 43 ساله رو ادامه میدم، زنده باد شاه زنده باد مصدق میگم، خائن به این میگم، خائن به اون میگم، زمانیه که من هیچ حرفی برای فردا ندارم. چون برای فردا حرفی ندارم، همش در مورد دیروز حرف میزنم. خب حالا من یه سوال از شما دارم، باز به خاطر اون قالب انجمن پژوهشگران غیره. امروز آقای دکتر لاجوردی، ما در نظر بگیریم یک معجزه رخ بده، یه اتفاقی رخ بده که من و شما به این آرزومون برسیم و این نخبگان بیان پاسخگو بشن و جواب بدن به سوالات مردم، و این کار حتما من خواهم کرد تا اونجا که در توانم میکنم، میدونم شما هم حمایت میکنی و فقط اونایی که به ندای ما پاسخ میدن باید ببینیم کیا هستن و اگر ندادنم میایم اینجا به مردم میگیم. آیا شما فکر میکنید این نخبگانی که ما داریم میبینیم برنامه هم دارن که اگه فردا این رژیم رفت، در فردا ایران بیان این برنامه رو پیاده بکنه؟ شما یه وقتی یادم از گروه های مختلف، تخصص های مختلف دعوت میکرد، آیا همچنان این برقراره؟ آیا واقعا ایرانی میتونه فکر کنه فردا وزارت اقتصادش رو فردی خواهد داشت که از قبل فکر کرده، برنامه ریخته، مطالعه کرده، وزارت کشاورزیش رو همینطور و دیگر و دیگر؟ یعنی مردم بعد از انقلاب با یه کوچولو نخبگان بی تجربه روبرو شدن، بعدم با حمالا و آخوندا که اومدن و قدرت رو به دست گرفتن. شما نظرت چیه؟ آقای دکتر نوریزاده اجازه بدید من فقط اولش یه نکته ای رو بگم. کاملا فرمایشتون درسته. اتفاقا درصد اعتمادی که مردم به وجود بیاد براشون همینجاست. همینجاست که الان تو جمهوری اسلامی چی میگه؟ میگه اگه ما نباشیم ایران سوریه میشه. اگه ما نباشیم کسی نیستش که نمیدونم ایران رو اداره بکنه. دقیقا فرمایشتون درسته. ولی من نکته ای رو میخوام خدمتتون بگم. ما 3-4 سال پیش یک پروژه رو تعیین کردیم که این پروژه 30 تا مشکل امروز ایران رو درش وجود داشت. 30 تا مشکلش. مشکل نمیدونم اقتصاد ایران، مشکل نفت ایران، مشکل دانشگاه های ایران، مشکل بیکاری و کار ایران، همه اینها. به حسب اتفاق این پروژه رو ارائه کردیم. حالا خدمتتون میگم. این برای این کار فقط پروژه نبود. برای این کار باید کارشناسا روش کار میکردن. کارشناسایی که ما داریم هممون، هیچ فرقی نمیکنه اولیش خود من، من نمیتونم تمام مدت 6 ماه 1 سال وقتمو بگذارم فقط در این که عاشق ایران هستم. باید کرایه خونه من بدم، باید که هزینه زندگی من داشته باشم. ما اومدیم گفتیم که بیاید برای این که بتونیم این پروژه رو انجام بدیم، شمایی که عاشق ایران هستی مای 10000 دلار هم میگیری، مای 8000 دلارشو نگیر، مای 2000 دلارشو بگیر. این 30 تا کمیسیون، این 30 تا پروژه‌ای که وجود داشت، هر کدوم اینها حدود 30 نفر 40 نفر کارشناس روش بود. این مجموعه 2,200,000 دلار هزینه یک سالش بود. به حسب اتفاق به یکی از وطن دوست‌ترین ایرانی‌ها هم مراجعه کردیم که ایشون داره فکر می‌کنه، آقای سمنانی، آقای خسرو سمنانی، یکی از وطن پرست‌ترین آدم‌هاست بی تردید، داره فکر میکنه. ولی واقعیت قضیه اینه که وجود داره. پروژه ما مال 4 سال پیشه. این مجموعه جدیدی که من عرض میکنم بشینن دور همدیگه، میتونن این پروژه رو در عرض چند ماه
آپدیتش بکنن، آمادش بکنن، به مردم ارائه بدن. به حسب اتفاق بحث من فقط این نیست که این 50 نفر با هم بنشینن، این 50 نفر باید با هم بنشینن و فکر ارائه بدن، به مردم بگن که شما یک سرمایه‌ای دارید که نفت و گاز فقط نیست، شما یک سرمایه‌ای دارید از نیروی فکر. این نیروی فکره که این بچه های ما رو در سراسر دنیا تونسته در جاهای بسیار بالای کشورها قرار بده. اینها وجود دارن. اگر که الان ما اینا رو نمیبینیم، فقط یه تعدادی زنده باد مرده باد میبینیم، دلیلش اینه که این بی‌اعتمادی اونا رو گوشه‌گیر و خونه نشین کرده. اونا آمادگی دارن. مطمئن باشید. شما این کار انجام بدید. شما کمک بگیرید از مردم. شما بیایید متاسفانه وسط گفتگو قسمتی که می‌خواستیم نتیجه بگیریم کامپیوتر به ما راه نداد. دکتر لاجوردی از اونجا کامپیوترش متوقف شد و الانم تفلک دوباره از نو ستاپ دوباره باز نشد. ولی به هر حال حرفامون رو زدیم، یعنی عمده این بود که ما بتونیم حرفا رو بزنیم به نتیجه برسیم. من یه تعهدی در برابر شما کردم که از تمام نخبگان اپوزیسیون، کسانی که ادعای رهبری دارن یا در جایگاهی قرار گرفتن که به هر حال بهشون یک مزیتی داده، یک جایگاه ویژه داده، دعوت کردم و دعوت میکنم، خصوصی هم این کارو میکنم. ما چند تا، حالا اسمشو وبینار بگذاریم، سمینار بذاریم، میزه گرد بگذاریم، هرچی، با حضور خود دکتر لاجورد ما برنامه بریزیم، واقعا همه بنشینن، این سوال بی پاسخ پاسخ داده بشه. چرا اپوزیسیون با تمام قابلیتاش تا امروز به نتیجه نرسیده؟ ما این پاسخ رو پیدا خواهیم کرد. در این حال در داخل کشورم من واقعا از هموطنانم میخوام به عنوان یک قلم زن، به عنوان یک روزنامه نگار، با هم مهربون تر باشید. این فضای بی‌اعتمادی دامن خودمون رو نگیره، به رژیم بی‌اعتماد باشیم. گفت دکتر لاجوردی یکی از مسائل همین، به رژیم باید بی‌اعتماد بود. رژیم جهل و جور و فساد و آدمخواری که قابل اعتماد نیست، ولی به خودمون اعتماد کنیم. و من قولی رو که دادم به دکتر لاجوردی و شما، در روزهای آینده پیگیر خواهم شد، به نخبگان اپوزیسیون تماس خواهم گرفت که بیاین واقعا در چند تا نشست دور هم این سوال رو پاسخ بدیم و بعد برسیم به اون تشکل اتاق فکر که به اعتقاد من بیش از هر گروه و تشکل سیاسی میتونه ارزشمند باشه. متاسفانه به پایان وقت رسیدم و بعد از اونم یه برنامه بلافاصله دارم. ایران سربلند، ایرانی سرفراز، پرچم سرنگ شیر و خورشید نشان هماره برافراشته باد. به اتفاق دوست عزیزم دکتر حسین لاجوردی که تصویرش رو نمیبینید ولی صدای ما رو ایشون میشنیدن، تا فردا در پناه پروردگار. Thank you.